سلام، خوش اومد به استودیو پارسا. بیننده بخش دوم برنامه ثانیه ها از تلویزیون اینترنتی مردم خبر هستید. امسال جشن استقلال، روز استقلال و روز ملی اوکراین با رژه نظامی برگزار نشد. جشن استقلال اوکراین در کییف، پایتخت این کشور، برگزار شد، اما بر اساس تصمیم رئیس جمهور اوکراین در جشن امسال برخلاف سالهای گذشته رژه نظامی برگزار نشد و به جای آن قطعات موسیقی زنده اجرا شد. نمایش مهیج هواپیما در رومانی هم از جمله رویدادهایی است که تصاویر اون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده. بیش از 100 فروند هواپیمای کوچک تفریحی در نمایشگاه بین‌المللی هوایی رومانی شرکت کردند و هواپیما با حرکات آکروباتیک تماشاچیان رو به هیجان آوردن. جالب بدون این نمایشگاه در نزدیکی بخارست، پایتخت رومانی، برگزار شد. تصاویر کشتی سنتی و ورزش ملی سوئیس هم جزو پربازدیدهای شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته بوده. مسابقات قهرمانی کشتی سنتی سوئیس هر سه سال یک بار برگزار میشه و امسال بیش از 350 هزار نفر از این مسابقه دیدن کردن. هدف این بازی بلند کردن پاهای حریف و به خاطر سوندن پشت حریف هستش. اما ویدیو پایانی این بخش اختصاص داره به تلاش دو سگ خانگی برای جلوگیری از ورود سه خرس بزرگ برای ورود به حیات خلوت یک خانواده کانادایی. Oh my gosh! And they went into the root cellar. Two of them are in the root cellar right now, eating the dog food. Well, get the dogs in the house. I try, but they won't listen to me. Oh boy. They won't listen to me. I tried to get them up on the top deck to bring them in, but Teddy just won't listen. Yeah, I don't know what to do. You keep yourself safe. Yeah, they're going to come after the dogs. You get the gun. سپاس از نگاهتون. مواظب خودتون، دوروریاتون باشید.